حمله پهپادهای ناشناس به میدان هوایی کندوز، شکست های پی در پی طالبان در پنجشیر. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. مشروع اخبار. شکست های پی در پی طالبان در پنجشیر. گزارش ها از پنجشیر حاکی است که طالبان در طی دو روز گذشته در چندین منطقه بر قرارگاه های نیروهای جبهه مقاومت ملی حمله کرده که در تمام این حملات با شکست مواجه شدند. بر اساس اطلاعات منابع محلی آریا پرس، طالبان حملاتشان را بر قرارگاه های عبدالاخیل، پشغور، تلخف، فراج، آبدره، حصارک، شابه، خنج و کماندوهای دره و آبشار متمرکز کرده بودند که در تمام این ساحات با مقاومت شدید نیروهای جبهه مقاومت ملی مواجه گردیدند. فرماندهی این حملات را ملا عبدالقیوم زاکر، یکی از فرماندهان ارشد طالبان که به تازگی مسئول نظامی پنجشیر و اندراب تعیین شده است، به عهده دارد. بر اساس اظهارات منابع رسمی جبهه مقاومت ملی، در طی این دو روز نبرد حدود 57 طالب کشته شده و به تعداد زیادی هم زخمی گردیده است. تنها در یک مورد گزارش از انتقال 30 زخمی از شهرستان دره و آبشار به شفاخانه امرجنسی پنجشیر گزارش شده است. طبق یک خبر دیگر، هارون میرزاییدی در صفحه فیسبوکش می نویسد: فوری پهپادها میدان هوایی کندوز را بمباران کردند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.